تمایل بریتانیا برای آغاز مأموریت دوباره در هلمند و تأکید پلیس بدخشان برای آغاز یک عملیات دیگر برای نابودی طالبان در این ولایت. به نام خداوند متعال و با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز جمعه 23 حمل سال 1392 خورشیدی است که برابر میشه با 12 اپریل 2013 میلادی. من شانه نورزاد ابراهیمی هستم. همه آمادگی ها برای برگزاری جشنواره نامگذاری غزنی با عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام گرفته شده است. قرار است فردا شهر غزنی در یک مراسم از سوی نماینده های نهادهای ملی و بین المللی با عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام معرفی شود. غزنی با عنوان پایتخت جهان اسلام در سال 2007 میلادی از سوی سازمان علمی و فرهنگی کنفرانس کشورهای اسلامی برگزیده شد. توجه کنین به گزارش از همکارم که از شهر غزنی فرستاده. دقیقا در این محل مراسم جشنواره نامگذاری غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام برگزار می شود. انتظار می رود در این نشست مقام های بلند رتبه دولتی، نماینده های نهادهای مختلف فرهنگی جهان شرکت کنند. مسئولان می گویند که همه آمادگی ها برای برگزاری این جشن گرفته شده اند و غزنی برای گرفتن این لقب آماده است. الحمدلله ما میمانه که از چندین ولایت تشریف آورده برای اونا فعلا در غزنی جای داریم، در یک هتل بسیار عصری و لوکس جابجا شده و این افتتاحی است. مردم فکر نکنه که جشنواره اول و آخر است، چون افتتاحی است و هدف و تارگیت و وقتی که برای ما تعیین شده و آخر ماه میزان است. انشاءالله که در ماه میزان ما و شما جشنواره را در یک جای تجلیل میکنیم که 3000 میمان باشه. برای او هم اتاق داریم، هم جای داریم و 3000 نفر تحت یک پوشش، تحت یک تالار دور کنفرانس جای میشه. غزنی یکی از ولایت های ناامن در جنوب شرق افغانستان به حساب میرود. از همین رو نیروهای امنیتی به شدت در تلاشند تا امنیت این شهر را تامین کنند. در هر چند متری بازگاه های از نهادهای مختلف امنیتی دیده می شوند که مصروف بازرسی و گزمه اند و به ندرت دکان ها در این شهر بازند. ما به هموطنهای خود وعده می دهیم که انشالله نیروهای امنیتی افغانستان بالخصوص نظم عامه، بالخصوص قوات های نظم عامه دشمن به هیچ وجه انشالله اجازه نخواهیم داد که در ساحات ولایت غزنی چی بکنه کدام تحرک نشان بده. با این همه مردم غزنی و بازدید کننده هایی که از ولایت های دیگر به این شهر برای شرکت در این جشنواره آمده اند منتظر برگزاری این جشنند. واقعا امی ولایت زیبایی و لیاقت شایستگی از امی مرکز داره، به خاطر که الحمدلله در تاریخ ثابت ساخته و در جریان تاریخ غزنی از بناهای تاریخیشان و از شخصیت‌های بزرگشان هویداست، معلوم است برای جهانیان که ای جای و افتخار برای غزنی داده. ما تایید از پیش ما قبل تایید است و خوش هستیم انشاءالله. ما بسیار خوشحال هستم که امروز در این جشنواره 2013 ولایت غزنی که مرکز ثقافت اسلامی اعلان شده اشتراک میکنم. ما یک گروه از فرهنگی ها و هنرمندای ولایت فاریاب با شمول رئیس هیئت فرهنگ در غزنی آمدیم. غزنی با ارزشترین آبده های تاریخی از صدها سال پیش را در خود دارد. با وجود که قرار بود تمامی 32 آبده تاریخی با ارزش غزنی بازسازی شوند، اما به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی از این جمله تنها 20 آبده آن بازسازی شده اند. مسئولان امنیتی شهرهای کابل غزنی میگویند تمامی تدابیر برای تامین امنیت این شهرها را روی دست گرفتند. آنها میگویند که هیچ گونه مشکل در این مسیر پیش نخواهد آمد. قرار است غزنی روز شنبه با عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی معرفی شود و این مسیر شاهد رفت آمد مقامهای دولتی و مهمانان خواهد بود. حال همکارم مختار پدرام از شهر غزنی گزارش میده. در هر چند صد متر یک گروه از سربازان پلیس، ارتش و امنیت ملی همه تلاش دارند امنیت این شاهراه که از مسیر میدان وردک میگذرد را به خوبی تأمین کنند.
قرار است فردا در مراسم بزرگ غزنی رسما به عنوان مرکز فرهنگی کشورهای اسلامی معرفی شود. شمار از مقامهای ارشد حکومت افغانستان و مقامهای از کشورهای اسلامی نیز در این برنامه شرکت میکنند. اینجا مناطق به شدت ناامن در ولایت میدان وردک است، جایی که همواره هدف حملات سنگین طالبان در گذشته قرار گرفته است، اما حالا این سربازان با آمادگی کامل در آنجا حضور دارند. وضعیت رای ما خوب از نرمال است و هیچ گونه قابل تشویش نیست. نیروهای امنیتی ما شب و روز تلاش است که امنیت مردم را بگیرد. فعلا خو امنیت مطمئن است، تمام نیروهای ما عملیات های جاری را اجرا میکنند. گزمه های سیار داریم، کمین ها افراز میشه، هیچ مشکلی نیست. نیروهای امنیتی به شدت موترهای مسافرین را بازرسی میکنند. این سربازان میگویند آنها طالبان را از مسیر شاهراه دور راندند. در این منطقه سالار است که ما خودم استاد است و میبینی که خلای سالار که دست خالی هیچ گپی نیست. دشمن افات مندازه، مورال مردم ضعیف میکنه، کدام گپی نیست جانو. نامگذاری غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام برای افغانستان و برای این سربازان بسیار مهم است. غرور دارند و تلاش میکنند شاهراه را امن‌تر بسازند. مردم در گذشته از مناطق مختلف مانند سالار، سیدآباد و شیخآباد هراس داشتند، اما حالا نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان می‌دهند هیچ گونه مشکلی پس از این وجود نخواهد داشت. با این حال هنوز معلوم نیست که این تدابیر جدی امنیتی تنها به خاطر جشنواره نامگذاری غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام هست یا نه پس از آن نیز ادامه خواهد داشت. مختار پدرام، تلویزیون یک، شاهرای کابل، غزنی. همکنون همکاران فرید احمد در شهر غزنی قرار داره و درباره آمادگی ها در مورد مراسم برگزاری شهر غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام بر ما معلومات میده. فرید، سلام بر خودت. سلام به شما و سلام به بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون یک. میشه بگی که آمادگی ها در شهر غزنی چگونه است؟ قسمی که شما میبینین امی محل است که دقیقا فردا شاید برگزاری جشنواره نامگذاری غزنی به عنوان مرکز فرهنگی اسلام خواهد بود. در اینجا همه آمادگی ها قسمی که شما میبینین از همین حالا آغاز شده و قرار است فردا ساعت 10 مراسم رسمی در اینجا آغاز شود تا پس از چاش دوام پیدا کنم. چیزی که بسیار مهم است، تلویزیون یک به عنوان یگانه تلویزیون در افغانستان قرار است همه این مراسم به صورت زنده و با پروگرام‌های ویژه پوشش بده که همه بیننده عزیز ایره خواهند دید. بسیار خوب، قرار است کی ها در این مراسم اشتراک کنند؟ معلومات ابتدایی را که ما گرفتیم ممکن است مقامات ارشد حکومت افغانستان، مهمانای از کشورهای مختلف دنیا، از نهادهای جهانی، بین المللی و یونسکو و آیسیسکو در این مراسم اشتراک خواهند کرد. دقیقاً چه زمان مراسم نامگذاری غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام انجام شود؟ بله، اما تو که پیشتر هم گفتم قرار است مراسم به صورت رسمی از طرف حکومت ساعت 10 صبح آغاز شود، اما تلویزیون یکی برنامه را قرار است ساعت 9 با برنامه‌های ویژه پوشش بده و مراسم نامگذاری از این شهر به عنوان مرکز فرهنگی اسلامی نیز در جریان بین ساعت 1 ساعت 10 تا ساعت 1 خواهد بود. از خودت تشکر فرید. ادامه خبرها. شمار زیاد نیروهای بریتانیایی برای ادامه ماموریتشان در ولایت هلمند آمادگی می‌گیرند. قرار است ماموریت این سربازان در تابستان سال روان میلادی در هلمند آغاز شود. یک فرمانده نیروهای بریتانیا در افغانستان می‌گوید این نیروها به زودی با جنگ‌افزارهای سنگین نظامی به شمول هواپیماهای دوربیندار وارد افغانستان خواهند شد. در این حال حکومت افغانستان میگوید که کابل به حضور این نیروها دلبستگی ندارد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتری خبر. در حالی که رئیس جمهور کرزی بر بیرون شدن نیروهای خارجی هر چیز زودتر از کشور تاکید میکند، اما بریتانیا به تازگی تصمیم دارد تا شمار زیادی از نیروهایش را برای گرفتن مسئولیت امنیت ولایت هلمند و رهبری عملیات‌های نظامی در این ولایت به افغانستان بفرستد. سپردن مسئولیت برای نیروهای افغان مشکل است، اما این کار جزء روند انتقال امنیت به نیروهای افغان است. نیروهای افغان در حال حاضر 80% عملیات نظامی را در مرکز ولایت هلمند انجام می دهند. تا
در همین حال حکومت افغانستان میگوید که مردم افغانستان هیچ گونه دلبستگی به حضور این نیروها در کشور ندارد. به جای از اینکه ما جنگ توسط نیروهای خارجی داری جب ما به این موضوع بپردازیم، فکر کنم که دلچسپی مردم افغانستان است و دلچسپی حکومت افغانستان و به نفع خود این هاست که به جای مصارفی که اونها بر نیروهای خود و عملیات‌های جنگی که خودشان برام اندازه میکنن، او مصارف اگر سر تجهیز و تربیت نیروهای افغان صورت بگیره، فکر میکنم بسیار موثر خواهد. به گفته فرماندهی نیروهای زمینی بریتانیا در افغانستان، این نیروها تا تابستان سال آینده ماموریت کامل این ولایت را بر عهده خواهند گرفت. ما هم وارا در تلاش برقراری ثبات در افغانستان بوده ایم. باید بگویم که نیروهای من از این پیش نیز در ولسوالی سنگین این ولایت رهبری ماموریت را بر عهده داشتند. اکنون نیروهای من برای بار دیگر مسئولیت امنیتی این ولایت را بر عهده خواهند گرفت و از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی خواهند کرد. در این میان شماری از آگاهان نظامی به این باورند که بریتانیا تا تامین امنیت افغانستان برای منافع خودش در ولایت هلمند جابجا خواهد شد. بلندن دلبستگی برای برقراری امنیت در افغانستان را ندارد. دغسه د هلمند و خودلسه ترنګ انګلستان او امریکا د هلمند د سرشار منابع په سر باندې جګړه لري، نو اوس انګریزانو دا پتیلې ده چې په هلمند کې او د افغانستان شاید په ځینو نورو سیمو کې هم خپلې اډې زیاتې کړي. بریتانیا از 10 سال بدین سو در حدود 9000 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر این سربازان در ولایت هلمند جابجا هستند. اکنون فرماندهی نیروهای زمینی زیریهی بریتانیا در افغانستان میگوید که نیروهای تازه که شما را آنان روشن نیست، بیشتر در ولسوالی سنگین جابجا خواهند شد. یک دختر 16 ساله در ولایت بلخ مورد تجاوز جنسی یک گروه 3 نفری قرار گرفت. مسئولین حقوق بشر در شمال میگویند این دختر که زهرا نام دارد، روز گذشته زمانی که از ولایت سمنگان به مزار شریف آمده است، از سوی 3 نفر ناشناس از صحن روضه ربوده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. حالا این دختر از بیمارستان حوزه بلخ انتقال داده شده و مسئولان این بیمارستان نیز حاضر نشده تا در این باره جزئیات دهند. در این حال یک پسر نوجوان در ولسوالی کاهسان ولایت هرات نیز مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. مقام های محلی گفتند این رویداد شب گذشته صورت گرفته و 3 تن از عاملان این تجاوز نیز بازداشت شدند. دختر 16 ساله مورد تجاوز 3 نفر قرار گرفته. چون دختر دیروز از ولایت سمنگان است، مسکنی استش، دکتر موتر میشینه، در موترهای لیلی میه به صحن روضه مبارک. از روضه مبارک 3 نفر مرد هایی رو میگیرن و در طرف دشت میبرن و بلای تجاوز میکنن. فرمانده پلیس ولایت بدخشان خواهان راه اندازی عملیات دیگر بر ضد مخالفان مسلح دولت در ولسوالی وردوج این ولایت شده است. جنرال امام‌الدین مطمئن میگوید که باید پایگاه های مخالفان مسلح دولت در بخش های دورافتاده بدخشان به گونه کلی نابود شود. در این حال شمار از باشنده های بدخشان میگویند که تنها نیروهای مجاهدین می توانند طالبان را در هر بخش نابود سازد و دولت باید آنها را دوباره بر ضد طالبان در این ولایت مسلح سازد. هرچند در عملیات اخیر نیروهای امنیتی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان مخالفین مسلح دولت با شکست روبرو شدند، اما هنوز هم نگرانی ها از برگشت دوباره طالبان به این ولسوالی وجود دارد. ولسوالی که هم مرز با ولایت نورستان و پاکستان است. تا عملیات مجدد سازمان دادن شود و اگر یا دمون اقامتگاه ها و پناهگاه هایی که دارن مورد حمله قرار نگیرن، یقینا که دوباره تجدید گروهبان میکنن و از دستاهات مسکونی پایین میشوند و اعتبارات دولت را زیر سوال میکنن. در این میان شماره از باشنده های ولایت بدخشان میگویند که هنوز هم شورشیان در این ولسوالی نفوذ دارند و باید بر ضد آنها نیروهای مجاهدین بدخشان دوباره مسلح شوند. اگر مجاهدین در صنعا آورده شوند، هیچ نیروی هم در بدخشان نیست در مقابل از مقاومت کنند. برای فیلن وردوج و ولسوالی جرم دو نقطه ای است که بعد ولسوالی جرم پیشنهاد میکنم که مجاهدای همه جرم و بخصوص مجاهدای دره خستک باید نواز داد. بدخشان از شمار ولایت های نسبتا امن به شمار می رود،
اما در ماهای اخیر شورشیان توانستند از ولایت نورستان و پاکستان به ولسوالی وردوج این ولایت نفوذ کنند. در عملیات اخیر نیروهای امنیتی ده تن از این شورشیان کشته و زخمی شدند و پایگاه‌های آنها نیز از بین برده شده است. والی بغلان خواستار مجازات مقام‌های پیش از خودش در این ولایت شده است. سلطان محمد عبادی والی این ولایت میگوید که مقام‌های پیش از او هیچ کار برای بازسازی این ولایت انجام ندادند و به همین دلیل باید مجازات شوند. اما برخی از والیان پیشین بغلان این گفته‌ها را بی‌بنیاد می‌دانند. از سوی هم شورای ولایت بغلان نیز از فساد اداری، کمکاری و ناهماهنگی میان نهادهای محلی این ولایت سخت انتقاد می‌کنند. نظرالدین مصلح گزارش می‌دهد. والی بغلان در گفتگوی با تلویزیون یک میگوید که پیش از ماموریت او حتی 1 کیلومتر جاده معیاری در ولایت بغلان ساخته نشده است. سلطان محمد عبادی از عدم بازسازی در گذشته در این ولایت به ویژه در شهر پلخمری سخت انتقاد میکند و از حکومت مرکزی میخواهد تا مقامهای پیش از خودش را به دادگاه بکشاند. 1 کیلومتر در سایه شهری بغلان چی پلخمری بغلان مرکز کردشت؟ سلنگاری، کنکاری و کارشکنی کلش اسباب و ابزار است که فساد تولید میکند. و مورد مجازات قرار بگیرند؟ باید. کسانی که سلنگاری کنند باید مجازات شوند. اما عبدالجبار حقبین یکی از والیان پیشین بغلان این گفته های آقای بادی را به بنیاد میداند و میگوید در باره کارکرد آنان مردم قضاوت خواهند کرد. ولی برای ما بسیار جالب است که والی سی بگه اگر زده باشه اصلا قضاوت خوب باید مردم بکنه، نه والی صاحب ها. این قضاوت و محاکمه را باید مردم بکنه. برای اینکه کاری هر والی را مردم میبینه و این حق مردم است. در این میان آنچه که فساد اداری، کمکاری، ناهماهنگی و بی‌برنامگی در میان نهادهای حکومتی بغلان دانسته می شود، انتقاد سخت شورای ولایتی این ولایت را نیز به همراه شده است. به اساس اینمی که علیت شخصیت یک تعداد مردم در نظر گرفته نمیشه، به اساس سلیقه‌های شخصی می یا نمیتونن که صحیح اداره بکنن و در وجود جلوی فساد بگیرن، خودشان فساد میکنن. زمین را شاروالی انجنرها خودسر توضیح کردن که ملکیت هنوز ملکیت زراعت است، انتقال نکده از زراعت به شاروالی استملاک نشده، زمین توضیح گرفته. حتی افراد را ما معلومات داریم که 8 نمره، 10 نمره تا 20 نمره گرفتن و پی در پی فروختن و به فروش رساندن. و این منطق نداره که بگوی والی ریاست امنیت یا قماندانی امنیت با دیگر امانگی نداره. افزایش روند پیوستن مخالفان مسلح دولت در این ولایت در سال گذشته بیشتر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده بود. اما یک عضو شورای ولایتی بغلان می گوید هیچ جنگجوی طالب در این ولایت به روند صلح یک جا نشده است. حالا ما در بغلان ندیم که یک طالب در دولت تقسیم شده باشه و کل این مثال هاستن که خوشان جمع میکنن سلام میکنن در دولت میارن، اینم یک داد امکاناتی که از دولت میگیرن برای از توضیح میشه. شورای ولایتی بغلان هشدار میدهد در صورتی که حکومت روند بازسازی در این ولایت را شدت نبخشد و جاده داخل شهر پلخمری را نسازد، نارضایتی مردم از دولت بیشتر خواهد شد. با بالا گرفتن تنش‌ها در شبه جزیره کوریا، جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در یک سفر از پیش اعلام نشده به کوریای جنوبی رفته است. وی در این سفرش با رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کوریای شمالی خواسته است تا از تهدیدهای خود دست بردارد. در غیر آن، آمریکا نیز برای دفاع از شهروندانش اقدام خواهد کرد. در میان اوج از تنش‌ها میان کره شمالی و کره جنوبی و آمریکا، جان کری وارد کره جنوبی شده است. او قرار است با رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. پیش از این سفر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدار با بانکمون سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرد که کره شمالی باید از تهدیدهای خود بر ضد این کشور دست بردارد. در غیر آن، آمریکا برای دفاع از شهروندان خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ما به این نظر هستیم که حال زمان آن رسیده است که کوریای شمالی از تهدیدهای خود دست بردارد. هیچ کس درگیری در شبه جزیره کوریا را نمی خواهد. ما می کوشیم تا حد ممکن مشکلات را از راه سیاسی حل کنیم. اما همزمان با این می خواهم برای بانکیمون بگویم که امریکا برای نگهداری شهروندان خود هر گونه عمل را انجام خواهد داد. در همین حال، آژانس استخبارات دفاعی آمریکا میگوید که کره شمالی یک بمب هسته‌ای را آماده کرده است که توانایی جابجایی در موشک بالستیک را دارد.
آژانس استخبارات دفاعی گفته می تواند که کره شمالی جنگ افزار هسته‌ای را که توانایی حمله موشک بالستیک را دارد آماده کرده است. اگرچه این جنگ افزار آنقدر قابل اطمینان نیست، اما این حالت خطرناک است. از سوی دیگر اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو با پارک گیونه رئیس جمهور کره جنوبی امروز دیدار و گفتگو کرد. محور گفتگوها را در این سفر سه روزه راسموسن تهدیدها و حمله احتمالی کره شمالی تشکیل می‌دهد. از سوی هم وزیر دفاع ژاپن در دیدارش با فرمانده نیروهای آمریکایی در کشورش وعده سپرد که این کشور در برابر هر گونه حمله نظامی کره شمالی با آمریکا و کره جنوبی همکاری خواهد کرد. تهدیدهای آتشین کره شمالی کاملا غیر قابل پذیرش است. مقام های واشنگتن و سیول میگویند که کره شمالی 5 موشک میان برد خود را در سواحل شرقی این کشور آماده حمله قرار داده است. کره جنوبی نیز آمادگی های خود را در برابر هر گونه حمله نظامی کره شمالی علیه این کشور اعلام کرده است. از برندگان یک رقابت آزمون سیرت النبی در شهر کابل ستایش شد. برندگان مسابقه سیرت النبی جوایز مانند تکت حج و عمره، موتورسایکل، ماشین لباسشویی، ماشین خیاطی و جوایز دیگر به دست آوردند. برگزار کنندگان رقابت میگویند در این آزمون که هفته گذشته در کابل راه اندازی شده بود، بیش از 6000 تن اشتراک کرده بودند که از این میان بیش از 1000 آنها دختران بودند. از همراهیتان با برنامه خبری جهان در شش سپاسگزار هستم. شاد، موفق و کامگار باشید.